صبح همه بخیر، خوش آمدین و خوشبختانه میمان دارستیم. حالا در این چند روز اواخیر همه شاید هستن که پرچه بیبر خیلی زیاد شده به دلیل که یکی از پایه تخریب شده بود، ولی بیشتر صحبت ها رو میداشته باشیم. اگر فراموش ما نشه، همیشه زمان که برق نمیداشته باشیم ما خیلی داد فریاد میزنیم. وقتی برق میباشه استفاده زیاد صورت میره، اصلا مراد نمیکنید که باید یک مدت زمان ما از یک چیز یا دو چیز استفاده کنیم، نه، از تمام لوازمی که هست حالا باید در برق استفاده زیاد صورت بگیره. به همین دلیل با خود داریم آقای احمد خالد استانکزی که شان رئیس تجارتی افغانستان برشنا شرکت هستند. موضوع که انتخاب کردیم کاهش جمع‌آوری عواید افغانستان برشنا شرکت روزهای قرنطینه و همچنان احتمال قطع برق وارداتی، پس بیشتر صحبت ها رو می‌داشته باشیم با آقای استانکزی. سلام صبحتان بخیر، خوش آمدید. سلام صبح شما و بنده عزیزم بخیر. ممنونتان از اینکه تشریف آوردین. در ابتدا میخواهیم در مورد پایی که تخریب شده و چه مدت زمان رو در بر میگیره که دوباره ترمیم شوه و پس هم از صاحب برق شونگی نیک پرچوی باشه، از شما بشنویم، بعدا موضوع که انتخاب کردیم روش بریم بحث می داشته باشیم. بله، قسمی که در جریان هستین پایه برق انتقالی در ساحه میر بچکوت تخریب شدن و ایره خود مخالفین دولت هم این موضوع را رد کردن، اونا مسئولیت از این موضوع را نگرفتن، ولی دی افغانستان بشنا شرکت در همکاری با وزارت محترم داخله فلال موضوع بررسی میشه و تا که عاملین از این قضیه پیدا شوند. ما خوشبختانه دیروز یک سرکت از لاینه که 120 مگاوات برق میشه یک سرکت دیروز ترمیم کردیم و کار روی سرکت دوم که وام 120 مگاوات میشه و در مجموع ما 240 مگاوات برق خواد داشتیم. امروز تا ساعتای 12 یا 1 بجه کوشش نهایی مامی است که او را موصل کنیم و چون که شاهد بودین که پایه به شکل مکمل تخریب شده و این تقریبا در حدود 5 الی 6 یوم کار خواهد داشت تا که پایه به شکل اساسی دوباره ترمیم میشه و لاین از طریق از پایه وصل شد، ولی به شکل موقت امروز تا ساعت 12 الی 1 ما لاین وصل. خیر، تا ساعت 2 برق تنها من زیاد تشویش نمیم، بالاخره برق جور شدنی هست. خب آقای ستانکزی، در سال 1399 ای اولین پایه است که تخریب شده یا چندمین پایه هست؟ فلال در سال 1399 تا می ده ثوره که ما فلال هستیم، در این حالا تقریبا در 11 حادثات که امرای ما ثبت است، در 11 واقعی 11 هم است که پایه یا لاین برق وارداتی تخریب میشه و خوشبختانه کارمندای زحمتکش در افغانستان بشنا شرکت تانستن که اونا را دوباره وصل بکنن. تعداد دفعاتی که پایه یا لاین وارداتی در سال 1398 قطع شده بود در حدود 330 بار بود، در سال 1397 در حدود 360 بار پایه و یا لاین انتقالی قطع شده بود، ولی ما همیشه در صدد و کوشش ازی هستیم که به زودترین فرصت وصل کنیم. واقعا افغانستان برشنا شرکت همیشه زحمت خیلی زیاد کشیده تا شما خدای نخواسته خانه هایتون تاریک نباشه و همیشه در روشنایی زندگی کنین و برق باشه و افتخار است به ما این که شما اینقدر زحمت میکشین آقای ستانکزی و نه قرنطینه میبینین و نه ماه مبارک رمضان هم میگین که زود کار انجام بیفته و بالاخره هموطنان عزیز ما راضی باشن و خوش باشن در خانه های خود. واقعا که قهرمانان واقعی شما همچنان هستین. خب چه قزینه مصرف خواد شد تا این پایه برق درست شوه و یا هم به صورت کلیش جور شوه؟ هزینه گزاف خواد بود یا انقدر زیاد مصرف؟ هزینه از اینکه وقتی که لاین وارداتی یا پایه وارداتی قطع میشه این هزینه مستقیم و غیر مستقیم داره. در صورتی که ما در حدود 250 الی 300 مگاوات برق داشته باشیم با مرکز و همچنان ولایاتی که هستن و از برق مستفید میشن، مثلا ولایت پکتیا، خوست، لوگر، میدانشار و غزنی و همچنان کابل، در مجموع ما از نمی چند ولایتی که از نمی لاین برق وارداتی استفاده میکنن در حدود 70 الی 80 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری میکنیم. در صورتی که لاین وقتی که قطع میشه از یک طرف ما نمیتونیم امی عواید ما جمع‌آوری شود، 70 الی 80 میلیون در هر روز، و دیگه هزینه که در ترمیم خود پایه که در حدود
10 تا 15 میلیون افغانی در ترمیم پایه مصرف میشه. بنابراین هزینه مستقیم و غیر مستقیم داره. همچنان نارضایتی خود مشترکینی که در اینجا باعث میشه. بنابراین در مجموعی هزینه های هسته که در افغانستان بشنا شرکت خودش متحمل میشه و در آخر روز و نشما شاید عظیمه باشین که پایه هم ترمیم میشه و دوباره ما باز فوکس سر عظیمه باشه که موعده که از دست داده مورم دوباره در روزای آینده جبران بکنم. خب میشه در مورد کاهش جمع‌آوری عواید افغانستان برشنا شرکت هم صحبتهایی داشته باشین در روزهای قرنطینه؟ در روزهای قرنطینه متاسفانه چون که اکثریت ادارات کار نمیکنن به شمول بانک ها که ما عواید ما از طریق بانک ها جمع‌آوری میشن، دیگه هموطنا به سبب مشکل قرنطینه از خانه هایشان نمیبرن، عواید ما متاثر شده. متاسفانه در ماه حمل هدفی که بر ما تعیین شده بود، ما ماهانه بین 2.5 الی 3 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری میکنیم، ولی در ماه حمل ما فقط تانستیم در حدود 910 الی 920 میلیون افغانی جمع‌آوری بکنیم. به این معنی که ما یک عقب‌مانی 60% از عواید داشتیم و این مستقیم تاثیر سر پرداخت برق وارداتی میکنه. در این روزا ما برق وارداتی ما از کشور ازبکستان است و به کشور ازبکستان ماهانه ما در حدود 12.5 میلیون دلار پرداخت داریم. بنان ای که عواید ما جمع‌آوری کرده نمیتونیم در روزای قرنطینه، خصوصا این مستقیم تاثیر سر پرداخت به جانب کشور وارداتی میکنه. و ولی در پهلوی ازی ما همراه کشورهای وارداتی که برق از پیشان خریداری میکنیم، همراه از وام چندین ویدیو کنفرانس هایی که فلال داشتیم اونا را کوشش کنیم که به این قناعت بتیم که چون که یک حالت فورس مجور است، یک حالت استرار است، اونا باید همین مورد در نظر بگیرن و برای افغانستان بشنا شرکت فرصت بتن تا برشنا شرکت بتانه به شکل اقساط هم پولشانه برشان تعمیل خب باز بکنه. چی نتیجه دریافت کردین؟ یعنی چی جوابشان چی بوده؟ این بحثایی که و مذاکرات که امرایشان صورت گرفته در دو سطح بوده، یکی از طرف خود رهبری دی افغانستان بشنا شرکت که با معینیت وزارت انرژی و آب دولت ازبکستان صورت گرفت، ما تانستیم تا یک اندازه قناعتی از اینا را فراهم بکنیم. موضوع دومی است که خود جلالت ما رئیس جمهور یک هیئت که در رأس هیئت آقای یوسف غزنفر نماینده خاص رئیس جمهور در توسعه اقتصادی تجارتی و کاهش فقر، اونا هم در رهبری از این هیئت هستند که مستقیم با دولت ازبکستان در صحبت شوند. پرداختای ما به جانب کشور ازبکستان به شکل پیش پرداخت است و حساب ماهای سوی است. فلال ما در ماه اپریل و آخر ماه اپریل قرار داریم. بنان در می روزا ما باید پرداخت ماه می را داشته باشیم. بله. ولی قناعتی از اونا حاصل شده، اونا ای موضوع را قبول کردن تا یک سرحدی که ما می تانیم خیر این موضوع را پرداختار می تانیم به شکل قسط به جانبشان پرداخت کنیم. در عین حال تدابیری که در افغانستان بشنا شرکت سنجیده، ما یک پیشنهاد به دولت جمهوری اسلامی افغانستان پیشنهاد ارسال کردیم. در اون پیشنهاد ما تقاضا از این را کردیم که اگر دولت بتانه 50 میلیون دلار را به شکل قسط به شکل قرض به افغانستان بشنا شرکت بده و بعداً برشنا شرکت وقتی که مشکلات قرنطینه و مشکلات همی قطعلین وارداتی و این موضوعات حل شوه به شکل قسط دوباره پرداخت کنه به جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان. با وجود از وام اگر این مشکلات حل نمیشه، ما مجبور هستیم که یک مقدار برق وارداتی را قطع بکنیم که در مرحله اول ما 50% در نظر گرفتیم و اگر این مشکلات به می شکل ادامه پیدا کنه، ما متاسفانه این مورد باید صراحتن بگویم که بالاخره مجبور خواهد شدیم که حتی 100% برق وارداتی را قطع کنیم. ما فقط از منبع داخلی که 23% برق ما از منبع داخلی است، فقط از منبع داخلی استفاده کنیم. واقعا خیلی مشکل است. انشاءالله که راه حل وجود داشته باشه و دخل قناعت داده بتونین به کشور دوست. خب کسانی که در کابل زندگی میکنن صرفه‌جویی هم میکنن، پس میشه این مورد بیشتر از شما بشنویم؟ فلال چون که اکثریت دفاتر دوائر دولتی رخصت هستند، مراکز تجارتی رخصت است، پارکای سنتی هم تا یک مقدار 60-70% اگر فعالیت خود ادامه میتن، اکثریت دفاتر خود فابریکای ما هم بسته هستند. فلال ما به اندازه کافی برق داریم که ما او را توزیع بکنیم به کتگوری مشترکین رایشی ما.
قبل از قطع شدن لنج ما شاید ازی بودن که ما هیچ پرچوی نداشتیم. اینان مقدار برقی که ما فلال داریم تا 300 مگاوات برق ای کفایت میکنه به مشترکین ریایشی ما، ولی بازم چون که 80% برق ما قسمی که قبلا اشاره داشتم برق وارداتی است، بنان از مشترکین هم تقاضای ما می است که صرفه‌جویی کنن اونا و همچنان در تحویلی پول برقشان. همیشه تاکید ما می بوده یگانه شرکت ملی شان است، شرکت ملی برقشان در افغانستان بشنا شرکت، و او شرکت شرکت عایداتی است، بودجوی نیست. یعنی در افغانستان بشنا شرکت بودجه خود از دولت نمی گیره، عوایدی که جمع‌آوری میکنه او را دوباره پرداخت میکنه به جانب کشوری که ما برق وارد میکنیم، و همچنان پروژه های توسعه‌ای که داریم، پروژه های اصلاحی که داریم، از نمی عوایدی که ما جمع‌آوری میکنیم از مشترکین همو پروژه ها را تطبیق میکنیم. بنان تقاضا می است که صرفه جویی بکنن و همچنان در تحویلی پول برق خود همیشه جدی باشن و جدا مد نظر. خب به همین رو میخوایم که بیشتر در موردش صحبت های داشته باشیم. همیشه و همه روز ما شاهد ازی هستیم که یک لیست مقروزین شیار بشه یا هم به ترس همه قرار میگیره. تا چی حد این نتیجه بخش بوده و توانستین که موفقانه پیش برین دیگر سر؟ چون هر روز که زمانی که لیست مقروزین به دسترس همه قرار میگیره، همه میدانن که هم مقروز هستن و بلبر خود تحویل نکردن یا هم هنوز تا هنوز هم غفلت میکنه در این قسمت، چون توجه جدی صورت نمیگیره که باید آنها بیاین و بلبر خود بپردازن به جای اینکه بیاین و خود پروموت کنن. ببینن در می عرصه ما کاری که کردیم، شروع کار ما از خود تعیین کمیته بود به حکم خود جلالت ما رئیس جمهور که از چندین وزارتخانه یا کمیته تعیین شد. او کمیته مشترک همراه افغانستان بشنا شرکت روی لیست مقروزنا کار میکردن. به تعقیب از او ما یک تفاهمنامه را به اداره محترم لوی سرانوالی امضا کردیم، همچنان تفاهمی که با وزارت محترم داخله در این عرصه ما داریم. ما لیست مقروزنا را وقتاً فوقتاً اعلان کردیم و در می روزام شما شاهد بودین لیست دومین لیست ما بود که در مجموعاً 996 میلیون افغانی را این لیست احتوا میکرد. ما متاسفانه باید بگویم که اکثریت وکیل صاحبا وزرای که وزرای قبلی بودن، اکثریت اشخاص و افراد سرشناس کشور ما اکثریت در این لیست شامل هستند و ما اونا هم مقدار مقروضیتشان هم اکثریتا بسیار بلند، میلیون ها افغانی می باشه. بنان از روزی که ما این سلسله اعلان لیست مقروضین این سلسله را شروع کردیم، خوشبختانه بسیار قناعت بخش بوده و ما تانستیم که از نمی طریق بتانیم در بین 1.5 الی 2 میلیارد افغانی را ما جمع‌آوری بکنیم. فلال هدفی که بر خود تعیین کردیم در نشر از این لیست مخروزنا 996 میلیون افغانی است و در افغانستان بشنا شرکت مصمم است که همی پولم بتانه به زودترین فرصت جمع‌آوری بکنه. انشالله. چون که ما بیشتر اشاره داشتم یگانه شرکت ملی برق است و به همی عواید شرکت استاد است و فعالیت میکنه، بنان رهبری در افغانستان بشنا شرکت در این مورد بسیار جدی است و ما هر کسی که مخروز باشه از ما همیشه لیست از وارد خب آقای استانکزی، این لیست ها خودتان هم یادآور شدین که از چند قبل به دسترس قرار گرفته، همه میدانن که ها مقروض هستن و دمو لیست فکر میکنم بار بار همین وکیل صاحبای هم کسایی بلند رتبه هست اسمشان هست که مقروض هستن، بالاخره بیاین و بلبرق خود بپردازن. چرا تا اکنون اینا نامدن و بلبرق خود نپرداختن؟ مشکل اساسی شما در کجا میبینین و آیا تمام مشکلات باید سر ملت باشه؟ کسانی که بلند رتبه هستن بالا اینا قانون تطبیق نمیشن؟ ببینن من اشاره داشتم که از روزی که ما سلسله نشر لیستای مقروضینا را شروع کردیم یک نتیجه خوبتر داشته. بین 1.5 الی 2 از کم آغاز کردین تا بلند رفتین که چقدر مقروض وجود داره؟ بله، از 1.5 الی 2 میلیارد افغانی را ما جمع‌آوری کردیم. فلان ما همیشه فشار انداختیم سر اشخاصی که اونا حاضر نبودن که بر چندین سالها پول بر خود تحویل بکنن. اونا خوشبختانه آمدن پول به شکل یک بارگی و به شکل قسط تحویل کردن. این لیست ما این از 2.5 تا 3 میلیارد افغانی حال فلال رسانده به 996 میلیون و من انشاءالله ای را بسیار به صراحت گفتم میتانم که به زودترین فرصت کوشش رهبری در افغانستان بشنا شرکت همی است، البته در همکاری که ما میگیریم از وزارت محترم داخله و اداره محترم لوی سرانوالی و همچنان شخصا رئیس جمهور که در این مورد بسیار جدی هستند. ما انشاءالله ای را صراحتا گفتم میتانیم که لیست
یک روز انشالله ما به سفر خواهد رسند. خب اگر تمام مقروضین بیان و بلا برخواه بپردازن و تمام همین قرضهای تمام شود، شما هم میتونین که باقی که هستین تمام مشکلات های افغانستان برشان شرکت حل شود؟ امکاناتش هست؟ بله امکانات ازی هست و ما یک سلسله پروژه های توصیوی را فلال در نظر داریم و فوکس دیگه که دی افغانستان بشنا شرکتی داره ای است که روی پروژه های تولید داخلی کار بکنه تا بتانیم از نگاه انرژی ما خودکفا شویم و ضرورت ما کمتر شوه با برق وارداتی. بله ممنون از شما خستانکزی از اینکه تشریف آوردین. اگر حرف باقی هست پرسش را نپرسیده باشین بفرمایید. حرف آخر ما از هموطنا و شهروندای عزیز ما می است که بازم تاکید می است که حوصله داشته باشن. اکثریت مواردی که شما شاید ازی هستن که حال فلال هم لاین وارداتی موقت است، این اکثریت موارد در خود کنترل و دست دی افغانستان بشنا شرکت نیست، ولی بازم دی افغانستان بشنا شرکت همیشه کوشش میکنه و امروز شما شاید ازی خواد بودین که ما سرکت دومی رو موصل کنیم. کوشش همیشه می بوده که به زودترین فرصت لاین وارداتی وصل شود. در عین حال قسمی که در مصاحبه خود ما اشاره داشتم در تحویلی پول برق خود لطفاً جدی باشین و تا امی یگانه شرکت ملی برق که در افغانستان بشنا شرکت است ورشکست نشه. انشالله ممنون از شما خستانکزی و آرزومند هستم کسانی که مقروض هستن و بیان پول برق خود تحویل کنند تا بتونن تا حد در افغانستان بشنا شرکت کمک کنند و همین برق است که زندگی ما هست. اگر برق نباشه ما فکر نکنیم در زندگی خود هم ما پیش برده بتونیم. حالا هم پیام خانک پیام شما از دریافت کردیم و نیلاب جان به خانش میگیم.